کمیساریای عالی پناهندگان 59% از مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه و حفاظتی نیاز دارند. طالبان و باشندگان اندراب‌ها اگر مقاومتگران از کوه پایین نشوند، کوچ اجباری می‌دهیم. دیدار مقام‌های استخباراتی آمریکا و پاکستان قبل از دیدار وزیران خارجه دو کشور در واشنگتن و همچنان در پایان، مژده خوش برجسته‌ترین سناتور آمریکا به مردمان شمال. مشروع خبرها، گزارش از سایت رسمی 8 صبح، کابل. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که 59% از مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه و حفاظتی نیاز دارند. این سازمان امروز پنجشنبه 21 سال گزارش داده است که بحران شدید اقتصادی، افزایش فقر، آفات طبیعی چون خشکسالی و سیلاب‌ها، درگیری‌های داخلی و کووید 19 باعث بی‌جا شدن بیش از 700 هزار تن در سال 2021 شده است. بر اساس گزارش این سازمان، از میان بی‌جا شدگان داخلی 80% آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل افزوده است که تعداد کل آوارگان داخلی به دلیل درگیری در سراسر کشور اکنون به 3.4 میلیون تن تخمین زده می‌شود. با گفته این سازمان، حدود 24.4 میلیون نفر که 59% از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در سال 2022 به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. کمیساریای عالی پناهندگان تصریح کرده است که این روند تا حد زیاد تحت تاثیر ناامنی غذایی، سوتوی خطرناک سوی تغذیه، فرسایش فرصت‌های معیشتی، جابجایی و خطرات و نیازهای حفاظتی پیچیده‌تر شده است. گفتنی است که پیش از این نیز سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد از وضعیت بشری و معیشتی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. طالبان با باشندگان اندراب: اگر مقاومتگران از کوه پایین نشوند، کوچ اجباری می‌دهیم. گزارش از سایت رسمی 8 صبح، کابل. منابع محلی در ولایت بغلان میگویند طالبان پس از آن که خانواده‌های مقاومتگران را در روستای سیچی ولسوالی خوستین ولایت به گروگان گرفتند، اکنون به باشندگان شمار از روستاهای اندراب‌ها از کوچ اجباری هشدار دادند. منابع امروز پنجشنبه 21 سال به روزنامه 8 صبح میگویند که طالبان برای شمار از اهالی روستاهای اندراب‌ها هشدار دادند که اگر مقاومتگران را از کوهپایه‌های اندراب‌ها پایین نکنند، آنها را کوچ اجباری می‌دهند. با گفته این منبع، طالبان شب هنگام بازرسی خانه به خانه را در روستای اندراب‌ها راه‌اندازی و اعضای شمار از خانواده‌ها را بازداشت و شکنجه می‌کنند. مسئولان محلی طالبان در ولایت بغلان تاکنون در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که بازداشت، شکنجه و کشتار غیر نظامیان از سوی طالبان واکنش‌های داخلی و خارجی را در پی داشته است، اما طالبان در این مورد خاموشند. دیدار مقام‌های استخباراتی آمریکا و پاکستان قبل از دیدار وزیران خارجه دو کشور در واشنگتن. مقام‌های سازمان استخباراتی پاکستان، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و مشاور امنیت ملی این کشور در واشنگتن با هم دیدار کردند. واشنگتن پست گزارش داده است که سفر سه‌روزه ندیم انجم، رئیس سازمان استخباراتی پاکستان به آمریکا و دیدارش با جک سولیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، و ویلیام جی برس، رئیس CIA، قبل از دیدار وزیران خارجه دو کشور انجام شده است. هرچند جزئیات دیدار مقام‌های استخباراتی آمریکا و پاکستان تا هنوز همگانی نشده است، اما احتمال می‌رود که محور این گفتگوها نگرانی‌های دو جانبه نسبت به وضعیت امنیتی افغانستان بوده است. انتظار می‌رود به دنبال دیدار مقام‌های استخباراتی آمریکا و پاکستان، وزیران خارجه دو کشور نیز در حاشیه نشست امنیت غذایی سازمان ملل متحد در نیویورک با هم دیدار کنند. سناتور آمریکایی: مارشال دوستم در افغانستان و منطقه از وزنه سیاسی و حمایت مردمی برخوردار است. طالبان از وی سخم حراسند و امکان آن می رود که طالبان در آینده نزدیک با مارشال دوستم وارد یک جنگ خونین شوند و طالبان توسط وی شکست داده شود. دستور طالبان در مورد حجاب زنان، شکنجه روحی و بازی رسانه‌ای برای انحراف اذهان عامه. ادامهش: این که داعش کشتارهای وسیع را انداخته و صدها تن را در حملات پیهم خود کشته و زخمی کرده است، برای رهبران این گروه اهمیت ندارد. جان آدمی در رژیم طالبانی کمبهاتر از اندازه ریش و نوع خشتکش است. اهمیت زندگی زنان بسیار پایین تر از اهمیت درازی چادر آنان است. طالبان در حال به اندازه ریش مردان و درازی و کوتاهی چادر زنان چسبیدند که خود در فساد و بی‌بندوباری وحشتناک گرفتارند.
وحشت از نظامیان طالب و رهبران این گروه در رگ رگ جامعه ریشه دوانده است. گرسنگی، بیکاری، قحطی و خوش‌حالی آرام آرام جامعه را از پا در می آورد. نظام آموزشی کشور به دست چند بی‌سواد افتاده که حتی توان نوشتن یک اعلان را ندارند. کسانی که ترجمه را ترجمه می نویسند و مزایم را مزایم، یعنی این از اعلان ریاست شهادتنامه های وزارت معارف طالبان. دانشگاه ها در آستانه تعطیلی است و میلیون ها دختر از آموزش محروم شدند. وقت حمله از سوی جبهات ضد طالبان بر نیروها و پاسگاه های این گروه صورت می گیرد. جنگجویان این گروه غیر نظامیان را گروگان می گیرند. بازداشت های خودسر و دلبخ های شهروندان را به یک رسم تبدیل کردند و شکنجه و عراب زندانی ها هم جزء عادات جنگجویان این گروه شده است. کشور در انزوای بین المللی گرفتار آمده و مردم مجبور به مهاجرت شدند. برخی حتی فرسودن هجرت را مدرک کرده است. کشورهای منطقه نیز هر از چندگاهی از خاک کشور ما مورد حمله قرار می گیرند و بیش از 10 درگیری مرزی هم در این مدت کوتاه با همسایه ها اتفاق افتاده است. حالا طالبان به جای پرداختن به این مسائل از جمله اصلاح جنگجویان خود، محدودیت بر زنان را تجدید می کنند. خواجه نظام ملک در سیاستنامه به نقل از اردیشهر می گوید هر سلطانی که توانایی آن ندارد که خاصگیان خیش را به صلاح باز آورد، می باید دانست که هرگز او آمه و رویت را به صلاح نتواند آورد. حالا که نیروهای جنگی طالبان بلواتد و داشتن یعنی بچه‌بریش متهمند و شهردارشان در سمنگان به ادعای باشندگان محل بالفعل در عمل زنا گیر آمدند، آنان برای زنان مسلمان و محجب افغانستان تعیین تکلیف می کنند. فراموش کردند که با آدمهای فاسد نمی شود با فساد مبارزه کرد. حجاب زنان افغانستان حجاب اسلامی است. حجاب کنونی آنها از حجاب زنان همه کشورهای اسلامی اسلامی‌تر و بسته‌تر است. تهدید زنان و اجبار آنها به پوشاندن روی فرصت نفس کشیدن را هم از آنها می‌گیرد. این برخورد خشن آرامش روانی زنان را آسیب می‌زند و آنها را از لحاظ روحی و روانی رنج می‌دهد. در نهایت یک جامعه مبتلا به مصیبت‌های روانی و روحی به جا می‌ماند. جامعه عقده‌ای شکست خورده و مریض. اساساً تعیین مقدار ریش مردان و درازی و رنگ لباس زنان برای جامعه اهمیت ندارد. اینها اصلاً مسئله یک جامعه در عصر کنونی نیست. زنان بسیار در کشورهای اسلامی مانند پاکستان و کشورهای آسیای میانه اصلاً چادر ندارند و با لباسهای آستین بریده در بازار آزاد می‌گردند. حجاب اجباری در ایران هم به اندازه آنچه طالبان وضع کردند شدید نیست. اسلام نه در انحصار طالب است و نه مخصوص زنان افغانستان، حالان که زنان کشور بیشترین حجاب را دارند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.